بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، به آریانا بسازات خوش آمدین. من رولا باوری هستم. شما آریانا را از پرده های زیبای تلویزیونتان بینیده هستین. هموطنان عزیزی که خارج از کشور ما را بینیده هستند، یک سلام به آب و هوای افغانستان تقدیمشان. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین، لبهایتان پر از خوشی، چهرههایتان پر از صمیمیت و دلهایتان مثل ننگرهار همیشه بهار باشند. هموطنان عزیز، بعد از این میوانجان دیگه همراه ما در برنامه نیست و بعد از این ما رولای باوری یک ساعت در برنامه زیبای تا شام مهمان خانه های شما عزیزان خواهد بودیم. میریم میبینیم که همکار عزیز ما از کدام نقطه شهر کابل بر ما شما گزارش آماده کرده، میبینیم و پس میایم. خوب یک جای آمدیم دوستا. کلا صدای پرنده است، کاملا آدم احساس راحتی میکنه. خسته نباشین، شام همتون بخیر باشه. فیصل اسم در خدمت شما. آمدیم بازم یک گزارش، یک قسمت از این گزارش هم میخوایم بر شما آماده کنیم. موجه خب یک گرگک موجه صدا داره، مزاحمت نکنه. پرندای زیبا و مقبول میبینین، نمیفهم نامشون چی است. اینیش هم میشناسم که کفتر است، باز یک دیزاینک هم داره. به این شکل اینی پرنده کارم به نام نمیفهم. بریم داخل، صاحب دکان است یا نه؟ سلام هستی؟ آرام آرامیز بخیر باش که گرگک سر صدا را زیاد انداخته بود. والا گمسایه هستم، سر صدا را واقعا زیاد مندازن. خودت دیگه بیخی کاملا در چی میگن در یک باغ از پرنده هستی. آره دیگه رقم از دیگه پرنده رقم از دیگه مختلف است. نام خودت؟ فریدون، یک تن از پرنده فروشای تای مسکن. آ فریدون جان یکی از پرنده فروشای تای مسکن. چقدر سابقه داره سی فریدون جان؟ یک 12 سال میشه. 12 سال. جوانیا شروع کردی. آره دیگه جوانیا شروع کردم. خب میشه این پرنده رو بر ما معرفی کنی که چی قصه داره؟ یعنی این بسیار بدماش معلوم میشه. دوستان شما به به خب مرغای پولندی خیلی مقبول. یا دیگه بساب بدموشی داوا داره یا نه دیگه زینتی سن، جای باشه طبیعت آزاد باغ باشه بسیار خوب است. جای انتیک است. قیمت‌های زیاد باز کجاست؟ چند است؟ الان اگه جوری 6000 است. جوری 6000؟ بله. این دیگه یکم باغ و یکم جایکای بسیار دیدنی داشته باشه. همونجا جای کار داره. و این طرفی پرندای دیگه که است؟ دیگه توتی است، آلمچیر است، کناری دیگر شد، نرگس است. همون چیزای مختلف است. اینی پرنده یک چی نام داره؟ رنگش هم خیلی جالب تر است. این یا توتی هستن یا هم توتی است یا آدم چهره هستن. این آدم چهره یک توتی. این دوستای ما که علاقمندی با پرنده باب دارن میتونن دیگه اینجا بیاین. تشریف بیارن. خودت چطور که علاقه گرفتی به این کار؟ خب دیگه این دیگه شوقشون داره، خودم هم علاقه زیاد دارم پرنده دیگه مجبور شده که نه کس ما شده از شوق به کس تبدیل. بله به کس تبدیل شده. اونم علاقه باعث میشه که آدم باز یک دمو را برن. هر چیزی که خواستن از میگه تا چیز خوش داشته باشی دمو را پیش میری. اگه مثلا علاقه مند نباشی شاید علاقه مند نمیدی کار نمیبودیم به ما. خب در کار بارت برکت. خوش شده بسیار زیاد. با عزت باشی. سلامت. تشکر قربان شما. هموطنان عزیز شما ما را همراهی کنین. میریم به بخش دوم، پارت دوم گزارش خود خدمت شما تقدیم میکنیم. شما منتظر باشین که کجا میریم. بخیر میخوایم یک تصویر از این چی نام داره نمیفهمم. کلنگ. آها وطنی سی دیگه. یک تصویر از این کلنگ هم میخوایم دوستا ببینن. امید تا این لحظات خسته نشده باشین. آمدیم به چارای پروانه دو و رسته گلفروشی ها. این رفیقارم میبینیم که امی لحظه یک تعداد ادای نماز دارن، یک تعداد هم منتظر هستن که اگه مشتری ها را شکار کنن. بین احوال از اینا را میپرسی. یعنی جا کم احتیاط کرده تیرش رفیق که آن چادر است، خواهید و سماخو نماز میخونه، گلای خیلی دیدنی. خب میایم اینجا که اینجا واقعا فضایش دیدنی تر است. چقدر جای مقبول و چه خوب یک تعزین مقبول کردن. سلام، آرام آرام ایز بخیر هستی؟ قرار به قرار است. خوب هستین ان شاء الله؟ قربان خدا خیال دارین. شما خوب هستین؟ سلامت زنده خیر باشین. سلامت باشین خانم. خب بس این دوست ما از قافله نماند. سلام بیاین خشمان پیشتر بیاین. خوب هستین؟ آرام آرام ایز بخیر هستین؟ شکر از بدوایت. خوب هستی؟ خب ات احساس میکنیم که خود یکم ناراحت هستی. نه خوش هست. کار خونیست؟ نه نه. خب کاروبار شده امروز؟ شکر است. خب شکر که مقصد کاروبار شده باشه. شما هم خوب هستین؟ مهربانی خداوند است. اجازه است بریم از این گلا دیدن کنیم؟ دیدنش خو مفت است. ساعت فیس. یا پیسه می؟ نه نه نمیگیریم پیسه. خودت نیست باز دوستا بیان بگین اول پیسه شب پرداز تا که چه باز بریم. نه نه خب سینما خونه چه زاد هی گلخانه. خب گلا هم نمیفهمید باغ گل نگه. در باغ گل دیگه رایگان از تفریح و سیل است. رایگان باغ گل میرین خب میگن خطه کتش میشه. اونا بعضی پارکاز دیگه و هزینه کردین به خاطر آیتی کار کردین. از ما خو گل فروشی آزادانه میتونین سیل. خب بیاین دوستا کدام رفیق ما پیش میشه برای ما گلا رو معرفی میکنه. خب نامت هم نگفتید دوست عزیز. قیس است. قیس جان. قیس جان همین گلای مقبول دو رنگ گل است، سفید و زرد. بالاتر از سه رنگ هم دارن. این رنگ سفیدش هست، این رنگ زردش هست، او هم یک رنگ که دیگهش هست. اینی باز این فکر میکنم منوزه نورس هست دیگه. این نورس نیست، این کس رو مثال این برای زمستان هم یخ نمیزنه. این گلش هم دامدار است، تا برف وفتی گل هم داره، در برف هم سر برف وفتی سکونی گلش پندک داره. گل چهار فصل است. چهار فصل است. زمستان یخ. بسیار خوب ببینین دوستان. خب چند تصویر شما از اینجا ببینین دوستان. خب دوستا چند تصویر زیبا رو هم دیدین و قیس جان برای ما میگه که گلای عطری کدام است. من این لحظه احساس میکنم یک عطر خیلی خاصه. از قندیل است این گلک کاسه نمیان خواه میتونی بویم کنی یا از طرف شام که میشه عطر خود تیت میکنن. خواه این جالب ترین گل از دیگه فکر میکنم. طرف شب عطر داره یکی ملکه شب رادکرانی میگندشن. خواه او کجا هست او برای ما؟ بیاین دوستا بیاین شما هم. خب کوشهی سفید گل میکنه نوی پندوک کده سیزنش میاله است. یک چند مقبوط گل کد بازی از طرف شب خوب عطر داره. خب از گلای تزینی برای ما بگوین کدام گل هست؟ زینتی. بله زینتی تزینی گلبرگ است. انواع زیاده برگونی هلندی چهار فصله. خب دوستا اینی خیلی گل جالب است. ای آلندیس ها؟ رنگای دگام داره زیاد رنگ داره. این طرفتر بین که باز مایک دورتر نشه. درست است چرا نه؟ خب دیگه گل برگونی آلندی است، فایکس است. گلای سفید میکنه، بلند بابو است. اونو بلند نول توتا میگندش اینی گل است. اوه اینی گل مقبول است. خب تشکر. قربانت بسیار خوش شدیم چون وقت گزارش ما خیلی کم است. می‌خواستیم که زیاد صحبت ها را داشته باشیم. ببخشید که مزاحم تانم شدیم. مزاحم نیست، ملایم هستیم. بخیر باشین. هموطنان عزیز از همراهی شما هم سپاس فراوان. بخش دوم گزارش خود آمدیم از یکی از گلفروشی‌های گل‌های تازه که میتونید شما هم خرید کنین، ببرین به خانه و استفاده خیلی خوب و تزیین خانه از عطرش فضای خانه را مرتب بسازین. دیگه امید گزارشه که براتون تهیه کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون باشه. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. میریم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. فقط یک وقفه است و گپ چند لحظه. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. ادامه برنامه تا شام است و شما تا شام است پرده های زیبای آریانا بیننده هستین. قسمی که در ابتدای برنامه یادآوری کردم، دو تن از فعالین حقوق زن همچنان خبرنگار در برنامه با ما هستند، فرهناز غلامی و بینظیر حقجو. بسیار خوش آمدین به برنامه. خوش آمدین. تشکر. شما شروع بکنین سلام علیکی همراه دوستا، همراه بیننده ها داشته باشین. تشکر. زنده باشین. ذهن زیبا زبان را زیبا میکند. سلام خدمت شما گوینده موفق تلویزیون آریانا و یک سلام خیلی خاص و ویژه و صمیمانه خدا به همه وطندارانم که چه در افغانستان هستند و چه در بیرون از افغانستان تقدیمشان میکنم. خدا کنه که هر جای باشن جور ساعت سلامت در کنار فامیلشان به خوبی و خوشحالی زندگی کنن. شما هم خوش آمدین. تشکر. زنده باشین. مهربانی نعمتی است که دلهایمان را به هم گریزده. خداوند را سپاسگزاریم بابت نعمت بزرگ. سلام بر شما و سلام بر تمام بیننده‌های عزیز. آرزو میکنم در هر گوشه و کنار دنیا هستن خوب صحتمند باشن. چطور اردویتان زیاد خنده میکنه؟ همین رقم در زندگی روزمره همین رقم صمیمی هستین؟ خب میخوام بینظیر جان من جواب بدم اگر اجازه باشه. خندم ما که هستیم دو خواهر، دو همکار، هم مسلک، ما بسیار خنده‌روی هستیم، چون اگر در روی مشکلات ما همیشه جگرخون باشیم، تشویش داشته باشیم، نمیتونیم مبارزه کنیم. همیشه ما خنده به لب داریم، میخوایم همیشه خوش و خوشحال باشیم، چون با خوشحالی و خندان میتونیم بارزویی که داریم برسیم. اگر ما تشویش کنیم، جگرخونی کنیم که الا چی میشه، الا چی میشه، همین است که هموجا میمانیم، پیشرفت نمیکنیم. بینظیر جان شما مصروف چی هستین؟ چی کارا میکنین؟ چی فعالیت‌های را انجام میدین؟ مدت 4 سال مصروف در رسانه‌ها بودیم و فعلا هم خیلی مسلک هستیم دیگه. بله. تجربه شما شاید بیشتر باشه. نه خواهش میکنم. و همچنان از روز دوم است. خب بسیار عالی. و همچنان فعلا مدیر مسئول در یک از شرکت‌های خصوصی و همچنان در رسانه همراه یک مدیر دیگه داریم صحبت میکنیم. لطف شماست. و شما خانم غلامی مصروف چیکار هستین؟ خبرنگار بودم. مدت 2 سال تجربه کاری دارم و فعلا هم در یک از چنل یوتیوب فعلا هم مصروف هستم. بسیار خوب. چی نوع برنامه‌هایتان، یعنی از برنامه‌هایتان بگوین که چی نوع برنامه می‌سازین؟ برنامه‌های تفریحی، اجتماعی، سلمی، سیاسی؟ برنامه سیاسی نیست، در کل برنامه ما اجتماعی و تفریح است. در کل ما همیشه میخوایم که برنامه ما بختر عزیز که لبخند بتانیم به لب هموطنان ما داشته باشیم، چون در افغانستان و هموطنان ما که در دیار غربت به سر میبرند واقعا خیلی دشوار است که دور از افغانستان، دور از فامیلشان زندگی میکنن. به همین خاطر برنامه ما تمامش تفریح است و به همین خاطر تقدیمشان میکنیم که برنامه ما رو ببرن و ببینن و لذت برن و برشان خوشایند باشه و البته صمیمی بودن فامیل ها را برشان نشان میدیم. کار خوب میکنین. دقیقاً هم در این وقت لبخند هدیه کردن کار بسیار مشکل و بسیار مشکل. از تحصیلتان بگوین که چی مقدار تحصیل کردین، مکتب خواندین، نخواندین؟ طبیعی است که خواندین دیگه، نخواندینش خیر دیگه نادیده بگیرین. تا چی مقدار تحصیل کردین؟ تحصیلاتم لیسانس البته در رشته حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل و فعلا هم کامپیوتر ساینس شروع کردیم. مصروف هستیم در کل به درس‌های ما. البته در آخر بعض از مشکلات ها هست که بانوان ما دست پنجه نرم میکنن، ولی باز هم تحصیلات خود ادامه میتیم. شما تا چی اندازه تحصیل کردین؟ مکتب خواندین حتما دیگه، پانتون میخوانین نمیخوانین؟ مکتب خو وقت تمام کردیم دیگه. معلوم دار که خبرنگار باشه. مکتب نگوین که وقت تمام کردی که باز ما سن طالب پرسان میکنم. اصلا میگذاریم، چون چیزی که هست میگه از مردا و بچه‌ها را ماشه پرسان نکنین، از دخترها و خانم‌ها را سن و سالشه گپ معلوم داره. پرسان بکنی فقط فایر بکنی سرشان. آها. و من لیسانس ژورنالیسم هستم. لیسانس ژورنالیسم هستم. بسیار خوب. فعالیت‌های روزمره را که در گفتین که در یوتیوب چنل هم هستین، فعالیت‌های روزمره را که انجام میتین، بعدش وقت‌های بیکاری چی کارا را انجام میتین، مطالعه میکنین نمیکنین، و فعالیت‌های اجتماعیتان تا چی اندازه است؟ بدون از اینکه من در چنل یوتیوب کار میکنم، مصروف وظیفه خود هستم. روزایی که رخصت میباشم و تایمی که برنامه نمیداشته باشم در خانه میباشم، یعنی امو روزایی که در خانه هستم میخوایم با فامیل خود روز بگذرانم. و همچنان وقتی تایمی که بیکار باشم کدام مصروفیت خاص جز وظیفه ندارم. البته مطالعه میکنم، میخوایم که یعنی بیشتر معلوماتم از هر نگاه زیادتر خوبتر شود. و شما ما این شکل واقعا در زندگی انسان باید تقسیم اوقات داشته باشه و طبعا که در آغاز شاید مشکلات هم داشته باشه تا یک آدم عادت کنه. و من خودم هم تقسیم اوقات بیشتر ما در روزایی که امتحان کانکور می رفتیم در بخش ما زیادتر کوشش میکردیم تایم خود را منیجمنت بکنیم و متوجه باشیم که مثلا در کدام تایم ما باید درس بخوانیم، در کدام تایم دیگه کارهای خود را در کنار روزو انجام بدیم. و خودم هم در کنار مصروفیت‌ها کاری و در دفتر کاری که فعلا هستم کتابم هم در پالم از مطالعه میکنم. تقریبا از کانکور یاد کردین، آمادگی کانکور هم حتما دیگه خواندین. بله. پانتون دولتی باز کامیاب شدین؟ بله. پانتون کابل؟ نه خیر، هرات. پانتون هرات. خوب، بسیار خوب. از دوران کانکور بگوین، چی بسیار یک دوران پرخاطره است، تقریبا دوران بسیار پرخاطره است. دوران کانکور بگوین، مکانیک چطور بود، مکانیکا چطور بود و تحلیلات چطور بود؟ از دوران کانکور بگوین. والا امی دوران مکتب که از دوران طفولیت که از صنف اول که شروع میشه تا صنف 12 که آدم آمادگی به کانکور میگیره، واقعا یک دوره خیلی شیرین است. آدم پس ما نمیتونیم به اون گذشته بگذریم، اما خاطرات شیرینی که داریم امو جاگزینش است و همیشه به مو فکر میکنیم. واقعا که وقتی که من میخواستم آمادگی کانکور بگیرم، کورس بگیرم، کورس هم گرفتم، کتابا که از دست که زیاد بود میخواستم تاریخ بخونم، جغرافیه رو بخونم، میخوندم کتاب باز بود یک دفعه متخوابم می‌بود. دوست داشتم که بخونم و یک دفعه خوابم می‌بود. واسه بیدار می‌شدم دیگه ناوخت شده. ناوخت شده درس. اما یک چیزی می‌خواندم. خب چند نمره بردین شما اردویتان؟ که باز ما مقصد چک می‌کنیم می‌شم کارا. مشکل نداره. مشابه دست از چک می‌کنن. ما خودم نمی‌فهم 297 گرفته بودم. و حقوق هرات کامیاب شدم. البته من ژورنالیست هرات کامیاب شدم. ژورنالیسم هرات. و چون در اینجا در یک از رسانه‌ها مصروف شدم دیگه حقوق انتون اوج ادامه ندادن باز. خیر. بسیار خوب. و شما چند نمره گرفته بودید؟ 296. 90 است دیگه کلا. من خیلی درس خواندین دیگه. ما دیگه بیخی یک جای هستیم به حساب. در صنف آمادگی هم ما یک جای بودیم و در کل صمیمیت بیشتر. حتی کورس هم یک جای خواندیم. بله. خیلی وقتا با هم بودیم. درست. از دوران طفولیتتان بگوین که در طفولیتتان با هم امی رقم صمیمی بودین، شناخت داشتین نداشتین یا پسان که کلان شدین با هم آشنا شدین؟ از دوران طفولیتتان بگوین که چطور یک دورانی بود؟ واقعا که دوران طفولیت یک دوران خیلی شیرین است که با هم داشتیم، پرخاطره. واقعا حالا که ما بزرگ شدیم، همین حالا من خودم شخصا پشتم و طفولیت خود، کودکی خود دلتنگ میشه. از طفولیت با هم آشنا بودین؟ از طفولیت خب با هم تقریبا صنف چند بودیم بینظیر جان؟ 5 و 6 بودیم. 5 و 6 بودیم که البته همسایه بودیم. نه بله، امی دوستای صمیمی و خوب را میگه از قدامت دوستی شناختن. واقعا قدامت دوستی ما بیشتر است و ما فرهاناز جان صمیمیت ما خوب بود. در آمادگی هم یک جای بودیم. تقریبا ما اهداف ما هم که فکر میکردیم یک جای خوب. تقریبا دوست زیاد داره انسان ولی بعضی دوست‌ها خاص است. یگان و خمرای یک دیگه‌تان بخیلی نمی‌کنین که یکتان یک رنگ بپوشین مقبول معلوم شوین دیگه بگین که او والای خوب بیاید دیگه. نه خیر، یک موضوع را می‌خوام یادآور کنم. منصرف بساز که نه پوش. نه ما بینظیر جان که از دو خواهر دوست همکار هم مسلک هستیم. همیشه خواستیم که میفهمم، همیشه خواستیم که اگر من خوب بدرخشم همچنان بینظیر جانم خوب بدرخشه. همیشه لباسم یک رقم بوده، غیر از که امروز ما متفاوت پوشیدیم. دیگه البته اهداف ما هم یک چیز بوده. همیشه کوشش در یک دیگه کردیم که یعنی هم بدرخشم من هم بدرخشم. و در معمولا در لباس‌های دو خواهر خوانده یا دو بچه که مثلا رفیق میباشه در لباس‌های که دیگه نظر میتن که چطور رنگ کدام رنگ پوشیدین. شما هم همین رقم یک نظرها را برای دیگه میتین. ما و فرهاناز، بله فرهاناز جان، ما و فرهاناز جان در برنامه‌ام که گزارش ها می رفتیم یک جای بودیم و به همین دلیل بیشتر روی لباس‌های دیگر زیاد ما تاکید داشتیم. میگفتیم مثلا شاید چادر از زیر ما جور می‌کردم و همچنانی هم اتفاقا شده که اینا کالا را پوشیده باشن چادرشان بسیار مقبول آمده به شما دیگه نه والا هیچ بیخی بسیار آمده. نه واقعا بعضا میباشن همه قسم بین هم یک کم اسودی متاسفانه میداشته باشن، اما خوشبختانه خدا را هزار بار شکر ما و بینظیر جان گپ هیچ بین ما نیست. تا حالا جنگ نکردین بین همتان؟ نه فضل خدا. نه یگان جنگ خو میشه دیگه، خفگی میشه ولی اما جنگ نکردیم. بله دعوا کردین، دعوای لفظیت دعوا دیگه بسیار سبک. بسیار خوب. از دوران مکتب همراه استادا چطور بودین؟ درس‌ها چطور بود؟ در درجه بودین؟ در سطح متوسط بودین؟ شما بگویید. در دوران مکتب خوب بود درجه ما، ولی در آغاز و قدر انسان متوجه نمیشه که باید به درسایشان زیادتر کوشش داشته باشه، ولی زمانی که در یک فکر دیگه می باشه در کودکی دور لیسه که میشه انسان باید در آغاز تمام اهداف و پلان و برنامه ریزی برای آینده انسان مشخص برنامه ریزی بکنم که آینده چی شود. و ما هم شخصا خودم عین از مصنف نوکی بودم با تمام کارهایم گوش میکردم که دفترچه خاطرات داشتم درج میکردم که در آینده دختر خانم ها معمولا یک کتابچه خاطرات می داشته باشن. شما هم داشتین؟ بله. ما از تقریبا مدت 6 سال 7 سال میشه از خاطری پرسانه کردم اسمش دفترچه گفتین ما گفتم حتما کدام کتابچه دیگه از دیگه که خبر نداریم کتابچه خاطرات میانه بگید درست و دیگه خاطرات ما رو درج میکردم. فعلا هم آدم انسان کوشش میکنه که به مو اهداف و کارهایی که برنامه‌ریزی میکنه برسانه خود را. در مکتب در کدام مضمون لایق بودین که بیشتر مثلا میخواستین استاد که در صنف میآمد خوش میشدین که والا برو در این مضمون خود من یک چیزی هستم؟ بسیار یک سوال خوب پرسیدین. ما از زیادتر مضمونات تشریح بسیار خوب بودم، بسیار خوشحال بودم وقت استاد که میآمد و مشوق علاقی که داشتم البته به روحانی هم دست خود بالا میکردم، بعد تشریح هم بعد از استاد مضمونی که یکم مرا بسیار خو میگرفت دستاتش، یعنی در چشم استاد خود میزنین که باز امتحان فکرتان باشه مقصد. بله یعنی تمام شاگردا همین کارشان بود، یعنی میخواست که خود یعنی کسی داشت دست خود بالا میکرد که من تشریح کنم من روخانی کنم اگه کسی که نمیتونست دیگه خود چپش را میگرفت و مضمون که یکم برام خسته کن ریاضی بود. ریاضی بود در حالی که باید ریاضی بر شما زیادتر آسان بوده باشه به خاطر که شما کنکور میخواندید باز پس آنها فکر میکنم شاید آسان شده باشه. در کنکور شخصا خودم بیشتر تمرکز یا کنکور هم چی میکردین یک معادله رو مکانیک بزنید اگه تا کلی بیا میام یک چات است. در کنکور من شخصا خودم بیشتر روی تشریحی و سوالات تاریخ و جغرافیا و تحلیلی بیشتر تاکید داشتم، او رو بیشتر میخونم چون مدت ما کم بود امتحان کنکور ما بسیار پسان شروع کردیم آمادگیش را به مو یعنی اساسات نخوانده بودیم. طبعا که اساسات آدم نخوانه وقتی که زمانی که یک آدم کنکور میده باید اساسات مثلا ریاضی را فیزیک را کیمیا را یک دفعه مرور کرده باشه خوانده باشد تا اینکه باز آمادگی برش بسیار ساده تر شود، آمادگی یک مرور واره برش باشه و موفق شود. خوش داشتین که در کدام رشته کامیاب شوین؟ رشته را که البته اهداف فرق میکنه ولی رشته را که انتخاب میکنی یک راهی است یک پل است که تو رو به او اهدافت برسانه و من شخصا خودم به سیاست بیشتر علاقه داشتم، همین حقوق علوم سیاسی ژورنالیست میخواستم باشم روی صحنه و شناخت بیشتر انسان پیدا بکنه در بین جامعه باشه فعالیت های انسان گسترده باشه تا که بتونه ما تصمیم کاندید کردن واقعا یک کسی آها کلگی اهداف داشت که وکیل شوین. بله البته اهداف ابتدایی ما بود دیگه هیچ کار ناممکن نیست. برای کار آدم باید زحمت بکشه، هر کاری که در ذهن ما خطور میکنه حتما یعنی ما میتونیم به او کار دست پیدا کنیم. دقیقاً ناامید هم نبودیم. اگه اجازه تان باشه که یک وقفه بگیریم باز نگوین که حقوق خانم ها را مراعات نکردین. اجازه گرفتم. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه داریم و گپ چند لحظه تو زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. قصه های بسیار خوبه با خانم فرحناز و خانم بینظیر داشتیم. شما آرزو داشتین که مثلا در کدام رشته تحصیل بکنین و کدام رشته را بخوانین؟ آرزوی من یگانه اهداف می بود که من خبرنگار باشم، رشته ژورنالیسم که خدا را از آن باشد کامیاب شدم هستم. یعنی صنف 3-4 مکتب بودم که من علاقه داشتم که من باید خبرنگار باشم، یک گردانده برنامه باشم. در زیر تلویزیون در خانه که میشتم تلویزیون که روشن میشد برنامه نهتاقا را میدیدم، اینقدر علاقه داشتم فکر میکردم که بجای اونا من هستم، من شروع میکنم برنامه را، من ختمش میکنم. خیلی انگیزه بر من میداد. با روزایی که داشتم حتی شبانه که خواب میشدم من در خواب میدیدم که در جای اونا هستم، برنامه را پیش میبرم و یگان وقت استودیو در خواب چکر میزدم. به خواب چکر میزدم. خیلی علاقه داشتم، خیلی آرزو داشتم که یک روز باید من به جایگاه برسم. خدا را شکر که رسیدم. البته از یک اهدافای خیلی بلند هم داشتم که ان شاء الله با کوشش میرسم. البته اگر کوشش فامیلم نمی بود، برادرم نمی بود، فامیلم نمی بود، من هیچ وقت به جا نمی رسیدم. واقعا حمایت فامیل نقش خدا داره. همین رقمی که موفق هستین ان شاء الله که دیگه هم موفق باشین. در خانه چند نفر هستین شما بگوین و بیشتر شما همراه کی نزدیک هستین؟ همراه پدرتان زیاد نزدیک هستین یا همراه مادرتان؟ طبعا زمانی که در بیرون فعالیت داشته باشی در خانه بیشتر نمیباشی و با فامیل بودن واقعا یک لذت خاص داره و انسان آرامش پیدا میکنه. من شخصا تمام فامیل یک سوال بسیار نمیتونیم تفکیک کنیم بینشان، همگیشان را دوست داریم ولی صمیمی بیشتر با مادر خود انسان صمیمی‌تر باشه. بخاطر اینکه طبیعی شکلی است که دختر خانم‌ها معمولا با پدر خود زیاد صمیمی میباشن و بچه‌ها همراه مادر خود. حالا نگوین که شما زیاد دوست دارین، ما هم دوست داریم. مادر طبیعی است که آدم زیاد دوست می داشته باشه. با هر دوش راحت بسیار صمیمی هستیم، ولی بیشتر با مادر. دیگه در فامیل هم 4 برادر هستیم، 4 خواهر، پدر جانم است، مادر جانم است. دیگه در کل صمیمیت، مهربانی واقعا. و شما هم بگوین که نگوین که از این پرسان کردین و از ما پرسان نکردین. نه خیر نه. شما همراه کی نزدیک هستین؟ همراه پدر یا مادر و در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل نام خدا 10 نفر هستیم. من همراه کلشان صمیمی هستم. مادر، پدر، خواهر، برادر. نمیشه که بین اینا یک گزینه را انتخاب کرد. چون مادر هم جای خاص خدا داره، دوستشان داریم، پدر هم، خواهر هم، برادر هم. و همچنان من خانم به یادرم شکر خدا دارم، بیادرزاده هم دارم. تمامش بریم شیرین است. خانم برادرم دارین؟ بله. یگان و خو از نه فضل خدا ما که هستیم فامیلای روشن فکر هستیم. دیگه یک کسی که عروسی کرده می به خانه این نیست که خدای نکرده بالایش جبر کنی، ظلم کنی، چون کلگی میراره داره. دیگه میگین مقصد از دل او خدا خبره. نه خدا نکنه نیست. من هم خیلی دوستش دارم و سلام تقدیمش میکنم و هم مرا خیلی زیاد دوست داره. واقعا در یک فضا، در یک فامیل که احترام متقابل حفظ باشه، صمیمیت و مهربانی حفظ باشه، در کل هیچ وقتی نمیشه که مثلا در بین فامیل یگان خوب طبعا بعضی مشکلات های فامیلی هست، ولی اگر صمیمیت حفظ باشه در آغاز صداقت. همراه آشپزی چطور هستین؟ بینظیر جان بگویم. آشپزی عمو که مگه برنج 3 طبقه جور میکنه، وسط خام، بالا سوخته. عمو مثلا آشپزی را خیلی سر مادرتان انداختین؟ نه شوخی کردم. البته در آشپزی بسیار عالی خوب ات شده که یکی دیگر را میمان کرده باشین و بسیار دیگه ایام صبح هم نان نخورده که باشه که بینظیر جان مرا میمان کرده، چاشتم خوبه میتشکم خالی آمده باشه و تو کل غذا را خراب کرده باشی. واقعا این قسم خوش شده. من یک بار بینظیر جانم میمان کرده بودم. آها بینظیر جان یعنی بسیار خوش بود که من میمانش کرده بودم. همچنان من خیلی استرس داشتم که بینظیر جان بیای. بعد از چقدر وقت یک چند مدت ندیده بودیم، یکی دیگه خانه ما دور شده بود، بسیار دق شده بودم پشت بینظیر جان و بینظیر جان هم پشت من. نگفتن اما فرانز بخش گپ گرفتم. حتی وضعیت از به کنول رسیده بود. یک چند مدت مرا ندید. آها واقعا یکم یک غذای مزه‌دار پخته کردی؟ نه غذا یک چند مدت دور بودیم، فاصله داشتیم، چون وظیفه‌های ما تغییر کرده بود، چون ما یک جای کار میکردیم و بعد از اون یک روز فراناز دیدیم که مثل روزه‌دارا ور شده، کانولم دستش بسیار و ازش خراب. اما که مرا دید واقعا فکر کنم بهتر شد. اون روز که بینظیر جان دیدم خدافیزی کردیم دیگه، وقتی که دیگه طرف کوچ کردن ما دیگه طرف همین خدافیزی که کرد فکر کردم گفتم قلبم استاد شد، اشک از چشمام پر از اشک شد. اون روز باز بعد از اون روز که دیدم واقعا خیلی وضعیتم خراب بود. بینظیر جان که دیدم گریه کرد که در دل گفته باشین خدا خانه تا پر پلا نکنه. بینظیر که مرا مریض کرد. نه خیر نه واقعا دوری از بینظیر جان برام خیلی سخت دشوار بود. خدا را شکر هزار بار که فعلا در کنارم هستم. صمیمیت معمولا حفظ شوه بین دو خارخونده و بین دو دوست که هر قدر صمیمیت باشه، همون فضای صمیمیت معمولا بسیار خوب می باشه که بین دو دوست همراز هم شریک. رازهایتان هم باز همراه یک دیگه شریک میکنین؟ فراناز جان تو جواب میتیم. خب در زندگی انسان بعضی مشکلات که می داشته باشه، گفته شما راز و یا هر نامی که ما میگیم، با دوست صمیمی انسان خیلی راحت است. یعنی دوست از خواهر بر انسان باز مدت پیشتر است. دقیق. و فراناز جان پیش ما بسیار جایگاه خاص واقعا. دیگه نگفتنم یک دوست دیگه ما برنامه بود روبرو شوی دیگه. بیننده غیبت فراناز جان گرفته باشی. والا خب طبعا انسان بدون غیبت هم نیست. غیبت یعنی دیدی کنه. هدف ما از غیبت منفی نبود. غیبت مثبت دیگه نیست دیگه. غیبت چیزی نام غیبت میگیم. غیبت که شد باز دیگه موی است که بالا فراناز دیگه امروز بسیار ناجانی کرد. نگفتنمونه یک از دوست چی میگین باز مثلا که همراه یک دوست دیگه تان که مشترکاً دوست شما باشه و اگه بخوایی که یک کمه که غیبت فراناز جان بکنی چی میگی معمولا؟ مثلا میگیم فراناز امروز چرا برام زنگ نزده؟ یگو نگلیش است. یعنی قسمیتتان زیاد است بسیار خوب. و نگفتنمونه که یک از دوستای خیلی صمیمی دیگه من هم فراناز جان خبر است، سایلا جان سادات بسیار دیگه سلامم برش تقدیم میکنم، انشالله که خوب باشی، حسودیت نیاید. و همچنان سایلا جان دوست من هم است، من هم سلام تقدیمش میکنم. تو هم پس نمانی. دیگه دوست هستیم. معمولا دختر خانما همراه خیاطی و گپا هم سر کار دارن، کالای خودشان میدوزن و مصرف نمیکنن. شما امرای خیاطی چطور هستین؟ نه خیر، من خیاطی بلدیت ندارم. در کل در دیگه کارهای خانه خوب هستم. مثال وقتی که در بیرون فعالیت داری در کارهای خانه هم باید فعالیت داشته باشی. کمک میکنین؟ بله 100% کمک میکنم. وقتی که از وظیفه یعنی هر قدر اصلا مادر جان تان میبینه برنامه را که خانه برین دیگه تو در تلویزیون یک چیزو گویی هیچ کار نمیکنی. واقعیتش در وقتی که مهمان است آشپزی تمامش خودم میکنم. خودتان میکنم. بسیار خوب. و شما چطور امرای خیاطی یگان وقت کالای خود بر خود میدوزین؟ نه خیر نه. چون نمیشه کلگی خیاط باشه، چون نمیشه همگی خیاط باشه و همگی دکتر باشه. نه معمولا دختر خانما هم کارهای خانه را میکنن، هم خیاطی میکنن، یگان وقت مدرسه هم میرن، مکتب هم میرن، یعنی چندین کار را در یک زمان انجام میکنن. و ما به این خاطر که مسئولیت کاری زیاد بود، کاری ما زیاد بود دیگه، نه خیر خیاطی بلدیت ندارم دیگه، کار خانه را انجام میدم. کارهای خانه را امرای مادر و خانم برادرتان کمک میکنن. آها 100% کمک همکاری هم راشان دارم. خب فرض کنن که یک تایم کاری روزمره در کار انسان مصروف باشه و همچنان در دانشگاه مصروف باشه، خب معلوم داره است قدر وقت فرصت برای خیاطی هم نمیمونه. بازم میگم خانه ما آباد کاش پذیر یاد. معمولا کتابایی را که مطالعه میکنین کتابای پانتون است یا کتابایی که مثلا خودتان علاقه دارین، کدام کتابا را بیشتر مطالعه میکنین؟ مطالعه میکنین نمیکنین؟ خب در زندگی طبعا انسان به خاطر اهدافش، به خاطر منبع اطلاعات آگاهی انسان کتاب است و کتاب‌هایی که انسان اگر وقت بخوای بیشتر به مطالعه کردن جذب شوی، در آغاز خوب است که از رمان شروع کنیم. رمان دقیق. البته این نظر شخصی خودم است، رمان که بسیار فلسفه کوتاه باشه. در کل داستان خواندن شعر باعث میشه که انسان با مطالعه کردن بسیار علاقمند شود. در آغاز بسیار برای انسان مشکل است، یعنی خسته کن تمام میشه. گفته فرهاناز جان خواب میبره، وقتی که خود را عادت بتیم روزانه فرض کو یک روز در آغاز 20 دقیقه تو مطالعه میکنی، میتونی در روز بعدی نیم ساعت مطالعه بکنی بیشتر از او. و خیلی کسایی هست که در یک روز یک کتاب مطالعه میکنن. یک دقیقا هم همین رقم است. کسایی که بیشتر مطالعه را خوش دارن واقعا هم بسیار زیاد مطالعه میکنن و معمولا امرای مطالعه یعنی سر کارشان کلشان مطالعه گشته. صبح هم که خانه میرن یک کتاب مرور میکنن که باش چی گپا را من نوت گرفتیم، چی گپا را نوشته میکنیم. درسای امرای درسای پانتون چطور هستین؟ میخوانین نمیخوانین یا مثل مکتب واری همه تو با رندی تیر شاد میکنین؟ نه خیر، درسای پانتون خود تمام شده. فقط با گفتید بینظیر جان بعضی کتابای دیگه است که کتابای انگیزشی هست، کتابای دینی و اسلامی هست مطالعه میکنن. مطالعه میکنیم. بسیار خوب. یعنی مطالعات اسلامی هم میکنیم. واقعا بله. دقیقاً هم بسیار مفید است که آدم از زندگی مثلا خدیجه رضی الله تعالی عنها و عایشه رضی الله تعالی عنها خبر شوه و از او زندگی اونا پند بگیرند و زندگی عملی اونها باشند. دقیقاً همین است. واقعا یگانه پیشرفت رشد یک جامعه یک کشور به مطالعه کردن است. افغانستان ما فکر میکنیم یگانه دلیل از اینکه رشد نمیکنه پیشرفت شاید یعنی بعضی مدت با خیلی مشکلات زیاد جدی که دست و پنجه نرم میکنه، دلیلش هم است که فرهنگ کتابخوانی نیست. واقعا باید فرهنگ کتابخوانی زیاد علاقه ندارن و باید بر از اینا زمینش هم مساعد شود و اینا جوانا هم نسبت به یک بیشتر به صفات مجازی باشن، باید یک چند دقیقه را به مطالعه کردن هم بگذرانن. اینترنت هم استفاده حتما میکنین؟ 100%. البته بیشتر کدام شبکه‌های اجتماعی را استفاده میکنین؟ واتساپ. معمولا حالا واتساپ زیاد شده دیگه. و یک مسیجی که بسیار جالب بوده باشه در واتساپ، معمولا دختر خانم‌ها باز اصطلاحات عامیانه را زیاد برای یکی دیگر روان میکنن دیگه. جالب ترین واتساپ مسیجی که براتون در واتساپ آمده و شما را یعنی بسیار خنده داده باشه کدام مسیج بوده؟ یا بیخی جالب بوده اینجا گفتن همیشه که بیخی شاید از طرف ما بوده. یک مسیج که بینظیر جان برام مسیج میکنه خیلی گپ جالب است که متاسفانه فعلا گفتن. زیاد جالب بود. زیاد جالب است. یک کمک قبول کن که حالا در دل بیننده ها غورن همانه که چی رقم هر کس یک تکیه کلام دارن واقعا و خصوصا با این دوستا یک تکیه کلام بعضی یک نام یا نام بشه. راستی نام سر یک دیگه تان ماندین؟ یگان نامای نازی می باشن نازدانه تو بین دخترها استفاده میشه. فرو. و شما؟ جانم. همیشه میگوش. یک نام بگوی تا یک خندق کردید که نام خطرناک مثل که معلوم میشه ماندیم ترجان. نه خیر. درباره پلان های آینده تان بگوین که چی تصمیم دارین بخیر که در آینده درس‌هایتان پیش ببرین یا در بخش گردانندگی پیش برین یا پلان های آینده تان چی است؟ پلان های زیاد در آینده دارم که میخوام پیشرفت کنم با زندگی. آرزویی که دارم هنوزم چیزی که میخواستم تا این حد نرسیدیم اما رسیدیم شکر خدا. دیگه میخوایم که در آینده بخیر ماستری خدا بگیرم از ژورنالیسم و دیگه در بخش سیاست که علاقه و آرزویش که دارم ان شاء الله بخیر پیش برم. و شما؟ خب زندگی طبعا استوار بر اهداف است. زمان که انسان هدف نداره در زندگی، فرض کنید که امروز از خانه برای مثلا مسیر ما معلوم نباشه که ما کجا میریم. وقتی که ما هدف تعیین میکنیم دقیقاً همون نقطه است که فرض کنین اگر ما بخوایم امروز از خانه بریم کوته سنگی بریم، خب در اگر موتر خراب شوه یا هر کار یا ما برنامه بریم، خب بالاخره خودم میرسونم. بعضی از مشکلات ها، بعضی از جنجالات، اتفاقات که در زندگی سر راه انسان میخواد و پیچاک میه، باعث از این میشه که ما انگیزه بگیریم و با هر شکست ما امیدوار بر از این میشیم ما میتونیم پیروز شویم. یعنی شکست ما هیچ وقت به ای که من نمی‌تونم که مثلا نی پایان زندگی بلکه آغاز پیروزی هست. اهداف زیاد داریم. ادامه داره. ما یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. دوستان عزیز یک وقفه است و فقط گپ چند لحظه است. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. تا شام بیننده هستین. مهمان عزیز ما هنوز هم در برنامه کت ما است. فرهناز جان شما چی اهداف دارین در زندگی بخیر؟ پلان‌های بعدیتون چی است؟ طبعا که قسمی که قبلا اشاره کردم هر کس در زندگیش یک هدف داره و اولا که آرزوی من صلح و آرامی در افغانستان است، امنیت است که واقعا آرزوی همه ما است که ان شاء الله خدا این آرزوی ما رو برآورده بکنه. ان شاء الله تا حد برآورده شده یک مرحله دیگه ان شاء الله. ولی دیگه فعلا میگه چیزی که اون است چی حاجت به بیان است. خب ان شاء الله که در قسمت همگی درس و تحصیل بتونه هر کس ادامه بده. ما هم اهداف و پلان‌های زیاد دارم ولی نظر به شرایط بعض وقت میبینم ناامید میشم، چون انسان واقعا به بعض شرایطی که برمیخوره ناامید میشه، ولی باز هم ما شکست ناپذیر هستیم. اهدافی که داریم پیش میبریم ان شاء الله که به تمام اهداف ما موفق باشین. ان شاء الله که در زندگی روزمره و پلان هایتان موفق باشین و کامیاب باشین. ما ببینیم که تا چی حدی علایق یکی دیگه تان همراه یکی دیگه میخوانه و تا چی حدی صمیمیتتان میتونین ثابت بکنین. ما از شما سوال میکنیم که مثلا فرهناز جان رنگ دلخواهشان چی است یا غذای مورد علاقهشان شما بگوین، باز اونا تایید میکنن که آمی است یا نه. خب شما بگوین که رنگ دلخواه فرهناز جان کدام رنگ است؟ جیگری. همین رقم است؟ بله جیگری. یا این جیگری ها که نباشه این بگه که باشه نه وقت پوشیدیم به خاطر پوشیده هم و طبعا که دوست ها همیشه انسان کسایی را جذب میکنه که هم فکر و حداقل مطابقت داشته باشن ذهنشان. غذای مورد علاقهشان؟ خب غذای مورد علاقه البته فکر کنم غذا را تمام شد دوست داره ولی بیشتر مکرونی. بله تقریبا. خب کدام غذا را دوست داره؟ مکرونی. مکرونی چی میگه؟ درست است. مکرونی هم درست است. غذای دلخواه است. و آهنگ مورد علاقهشان؟ یک گپ دیگه است که فرهناز جان بیشتر آهنگ میشه ولی من این سر بسیار تاکید دارم که زیاد نشنم. تشکر فرهناز جان برد گفتم و بگم دوست مسی واقعا نشنم چون هرچی زیادش سمس نه؟ هرچی زیادش دقیقا. و من همیشه که بینظیر جان می آهنگ گوش میکنم وقتی که یک جای اردیم میباشیم میفهمی که قار میشه که میگه که باز زیاد نشنم. آزارش یکم بتون آزارش بدین. و تلفونی را که زیاد خوش دارن یعنی مادلش؟ آیفون بسیار زیاد علاقه داره. علاقه داره. گرفتنم. تبریک میگم. مبارک مبارک خیر. تشکر. و کتاب را که زیاد یعنی علاقه داره بخونه؟ کتابای بیشتر انگیزشی رو دوست دارم. چون من خودم هم توفی سالگریشم و بیشتر هدیه میبرش کتاب است. کتاب است. بله. خب حالا ببینیم که فرهناز جان تا چی حدی درباره شما معلومات داره. فرهناز جان رنگ مورد علاقه بینظیر جان؟ سفید. سفید است؟ بله. غذای مورد علاقهشان؟ بنازير جان در کل هیچ کبر نداره. اینام بیکبر، شما هم بیکبر. در کل غذایی که خوشمزه. به خاطر ما هم خانی داریم و غذایی که زیاد دوست داره. ما کبری هستیم خیر. نه خیره. شیرینی باب است. شیرینی باب زیاد دوست داره. دندانایتان باز خراب نمیکنه. میگن ماسک از خوب است. والا یک کمک. بنازیر جان از دندانش رنج میبره. خب فعلا دندانم سالم است ولی فعلا شکر فضل خدا مشکلش رفت به دکتر. ایران بچی خاطر است که در طفلیت چون زیاد شیرینی و چاکلیت خورده اما قسمتی که بخورین ضرر داره زیاده. کشور را که دوست دارند برن یک بار اگه را گفتن صحیح آلمان همین رقم است. خب اول ما میخوایم یک گپ واقعیت بگم چون وطن حیثیت مادر را دارم ما هیچ علاقمندی ندارم به دیگه کشورها ولی فرهناز جان راست گفت درست است اگر بخوای انسان بره این کشور که ما دوست دارم بعد از افغانستان هدف ما هم بله آلمان. خب ولی نه غلط گفته والا از گپایت معلوم میشه که غلط گفته یک کشور دیگه را میگفتی خب باش که چی آلمان است خیلی درست. و موبایل را که دوست دارن داشته باشن آیفون است بله و یعنی کالای مورد علاقهشان چند رقم کالاست نه ولی مثلا افغانی سو مچم فلان است و فلان کدام کالا را زیاد خوش دارن؟ کورتی شلوار کورتی شلوار بسیار خوب. سلیقه‌تان معمولا زیاد میخوان واقعا هم که من دیدم و صمیمیتتان هم رقم پایدار باد. بازی دیگه ای است که ما براتان عکس چند غذا را نشان میدم خاطراتتان و همچنان ای که خوردین نخوردین نشان بر ما بگوین بر ما بیننده ها که ما بفهمین پخته کردن میتونین نمیتونین و راستتان بگوین. نه وقتش راست میگم دروغ پایه نداره. نه باز یگان پایه را بر شما میترم. خیر اولین غذا بسیار غذای خوش است. آها کشری اینا بنظیر بسیار خاطره خیلی خوب داره ما بنظیر جان. بگوین یک بار بنظیر جانم من دعوت کرده بودم به خانه. بنظیر جان غذای دلخواهش که البته شنی بابا خود دوست داره دوم غذایی که دوست داره کچری قروت است خیلی دوست داره. فرهناز جان گفتم باز میتونین یک از دلیل از اینکه من این غذا رو بیشتر دوست دارم چون یک بار فرهناز جان خودش آماده کرده بود. این مقصد شعله است دیگه شعله قربندی است دیگه همین قصه بسیار خوشمزه جور کرده بود به مو دلیل بار دیگه هم که من رفتم گفتم از می آماده کو از می آماده یعنی خورده اینم خیلی بود دوستش یعنی مزه دار بود خیلی بسیار خوب. غذایی که بسیار یعنی آشنایی امرایشان دارن چپس که زیاد شاید در دوران مکتب و که رخصت شدین در دوران تفریح و در دوران پانتون شاید خورده باشین. از این خودم خاطره دارین ندارین؟ خیلی خاطره زیاد داریم البته من هم خیلی دارم بنظیر جان. خوش دارین چپس ها؟ خیلی زیاد. بنظیر جان چپس یک غذای است معمولا که کلگی خوش داره همگی خوش داره. همیشه ما بنظیر جان که با هم یک جای می باشیم تصمیم میگیریم که امروز باید تفریح داشته باشیم چون انسان هم به تفریح نیاز داره. باز وقتی که میریم در رستوران که میریم غذا فرمایش میتیم غذای دلخواه ما برگر و چپس است و بدین از یک خاطره شیرین نام دارم. همیشه که برگر میگیریم همیشه اخبار در میتن در بین چپس. از مفکای الهام نگیریم. نه مفکای برگر الهام نگیری خب. بخیر باز من همیشه برگر رو باز میکنم دمشقاب میخورم باز بنظیر جان هم یادت مرا کمتون گرفته. بسیار خوب. سبزیاش بله دوست دارم بسیار خوشمزه آماده میکنم انشالله مهمان ما بخواد با یک آش در کل بسیار غذای خوشمزه ایران بیشتر استفاده میکنن ولی در افغانستان هم پخته کردن میتونن. بله بسیار خوب. این دیگه یک رقم غذای چیزوار معلوم میشه خارجی است ساندویچ غذای دلخواه ما است غذای دلخواه برگر پخته کردن میتونین پخته نکردیم البته چی میگه چیزش وسایلش زیاد نیست امی از چیزی که پخته میشه شاید زیاد یافت نشه در دکان‌های ما زیادتر غذا را در رستوران خوردیم البته با فامیلا دوستم بنظیر جان غذایی است که زیاد دوستش دارم در یک دفعه رمضان بود 27 رمضان بود روزه داشتیم یک رقم دارم بیف برگر شده بود میگفتم لالا جان یک بیف برگر برام بیف برگر خو برام بیار بسیار غذای سبک سر لالایتان هم یگان امر میکنین دیگه البته امر نیست خواهش است آفرین دیدی رقم خوب است گفتنمونه که فرهناز جان در قسمت ترکاری باب زیاد علاقمند نیست آل ترکاری باب واسه کل میز ترکاری شوربا و سالات و گوشت، تقریبا ترکاریز دیگه. نگفتنمونه که در قسمت شوربا پختکنم یعنی تعریف نشه بسیار خوب. ما بردنم را میتوب چون دست پخت خوردیم خیلی یک شوربای مزه‌دار بنظیر جان آماده میکنن، واقعا آشپزی خیلی خوب است. خیلی شما دیگه جامع الکمالات آشپزی هستین دیگه، هیچ چیز خطا نمیخوره. دخترها در کل کس در خانه به تمام کارا آگاهی دارن، معلومات دارن، یعنی یاد دارن در خانه آشپزی. گپای پیشترتان خیارتان گفتیم که زیاد تو پخته نمیکنیم زیاد. نه، آشپزخانه منظورم بود. آشپزی بنظیر جان خوب است. من خوب آشپزی غیر کجا میشه خدا آشپزخانه میشه. شما غیر بازار در کراچی پخته میکنید حتما. غذای بسیار مشهور افغانی منتو. یگانه غذایی که دیگه میر بسیار دوست دارم. بسیار دوست دارم. معمولا کلگی دوست دارم. بله. البته اوسانه هم است. اوسانه هم است. یک غذایی است که در افغانستان وقتی که بیشتر چی رقم خوب در قاب هم چیندن. واقعا بسیار خوب شد. غذایی است که بنظیر جان همیشه که یعنی یکی از به خانه میمونیم از همین غذای اوسانه، البته زنا زیاتر دوست دارن پخته کنن، نوش جان کنن. واقعا بعضی از مهمانایی که من فرمایش میتن همین منتو آشک است. فرمایش میتن میگن جور کنین آشک. اوه آشک. آشک غذای دختر. آشک باز برادر من تو. برادر است. فار برادر است. یعنی کدامش فار است کدام برادر؟ یکیش گندنه است یکیش گوشت. آه زدی زده میره. غذای دلخواه من آشک است، خیلی دوست دارم. در جریان هفته که من دفتر میرم همیشه غذای بیرون که نوشیجان میکنم باز دلم آشک میره، خانه که میرم میگم برام آشک آماده کنین، باز خدا خیرشون بده آشک برام آماده. در کل غذایی که بیرون بخوری بیشتر انسان خسته میسازه. خسته میسازه. و همیشه که در خانه غذای زیاد مزه غذای خانه که سی‌تر و پاکتر و مفیدتر است نسبت به غذای بیرون. اگر کدام پیام مشخص برای خصوصا برای دختر خانم‌ها دارین، کامراهای تلویزیون آریانا در خدمت شماست. تشکر از شما که امروز ما را دعوت کردین و من کدام گفتنی خاصی ندارم به هموطنان که بیرون از افغانستان و سر میبرن. انشالله یک سال سرتاسری در افغانستان بیان که بخیر کلگی به افغانستان خود ما دست به دست هم بدیم، بخیر افغانستان خود بسازیم، افغانستان خود ترقی بدیم، پیشرفت بدیم دیگه. و عزیزان ما به هموطنداران ما که جوان هستند گپ برشانی است که همیشه باید مطالعه داشته باشن، چون مطالعه است که ما را زیاتر میکنه، معلومات ما را بیشتر میکنه، یعنی رفیق همراه ما همیشه مطالعه را باید ما قرار بدیم دیگه. تشکر از شما. تشکر از شما بینظیر جان. بسیار تشکر از دعوت شما. واقعا لحظات بسیار خوب گذشت که ثبت از خاطره دفترچه خاطرات ما هم کتابچه خاطرات ما واقعا یک خاطره میمونه دیگه. بر شما هم آرزوی صدمندی دارم، ان شاء الله که همیشه موفق باشین و بر تمام هموطنان ما آرزو میکنیم که خوش و آرام باشن در هر گوشه که هستن، به دور از دغدغه‌های زندگی. خب طبعا زندگی مشکلات داره، ان شاء الله که همیشه خوب و خوش و آرام و سرحال باشن. بسیار تشکر از اینکه در برنامه با ما بودین و لحظات بسیار خوبی را با هم داشتیم. تشکر از شما. تشکر از شما هموطنان عزیز که تا این دم ما را همراهی کردین. برنامه تا شام امروزی در همینجا به پایان میرسه و امیدوار هستم که از داشته های جالب ما لذت برده باشین و مثل همین برنامه های بعدی ما را هم بیننده باشین. دیو سرلری با ثبات او ودان افغانستان پهیله.